سوالی که مطرح شده این بوده که در حال حاضر با توجه به سختگیری که رژیم داره مطالبات ما آیا بایستی که در یک حد اقلی نگرش داریم یا اینکه نه بایستی که به قول معروف همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن خب اینو باید توجه داشته باشیم که قدرت ها همیشه تلاش داشتن که مردم رو مجبور بکنن که توقعاتشون رو کم و کمتر و باز هم کمتر بکنن و مردم رو مسخ شده و منفعل درست مثل یک میتی در دست قصال و کمتر از اون حتی میخوان که به صورت یک ماشین های کنترل شده منویات قدرت رو پیش ببرند. اگر که درست توجه بکنیم میبینیم که در زندان ها هم همین کار میکنن یعنی بازجو شکنجگر به شکل مختلف با شکنجه‌های فیزیکی با مهمتر از اون با شکنجه‌های روانی مردم رو یا زندانیان رو در اون مثال خاص در یک حالتی قرار میده که به قول معروف میشکنه زندانی سیاسی یا میبره میگن یعنی بریده یا شکسته اون در اون حالت هست که میگه خب اینجا رو امضا کن میکنه میگه مصاحبه بکن پشت تلویزیون میکنه هر کاری که اون بهش بگه میکنه این در واقع اگر که ارز کردم خوب توجه بکنیم میبینیم که همون تمهیدات و روشهایی که در داخل زندان ها به کار میره عینا همونا رو در خارج از زندان ها به کار میبرن مطابق به یه شکل دیگه و در مقیاس بزرگتر و وسیعتر البته که اینا با این جنگ روانی تونستن مردم رو به این ترتیب که میبینیم منفعل بکنن و پیوسته زیاده خواهی هاشون هم بیشتر و بیشتر میشه یه ضرب مسئله هست که میگه که به،, به،, مرگ بگیر که به تب راضی بشه و این حکایت قدرت ها هستش به طور کلی قدرت داخلی در اون صورتی که ما در داخل را میبینیم و اون قدرتی که در داخل زندان ها هست به صورت بازجو و شکنجگر و زندانبان ها خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که بسیار خوب تو میگی که مطالعات مطالبات بایستی که از یک حداقلی تجاوز نکنه خب تعریف اون حداقل چیه تعریف اون حداقل چیه و چه کسی مشروعیت داره مجاز داره که به من به شما به جامعه از اون بدتر بگه که حداقل چیه و خط قرمز کجاست و از این بری بالاتر دیگه میشه حد اکثر از این بری بالاتر میشه زیاده خواهی بابا این که نمیشه که اینه که داغ دارن درفش دارن زندان دارن توپ دارن تفنگ دارن نمیشه خب این البته همونطور که دیدیم این یه موقعی بود که یا, رو یا روسری تو یا توسری اومدن توی خیابونا یک عده شعار دادن و همه اون اون موقع به جایی نرسید برای اینکه مردم جلوش ایستادن ولی با کودتای خرداد 1360 بعد از اون سخگیری های بیشتر همینطور تصرف قلمرو ملت بیشتر و بیشتر شد این رژیم تونست چنگ هاشو فرو بکنه در تاروپود این کشور و الان میبینیم که بدین ترتیب شده که در دوربر انتخابات باز دوباره یه خورده به قول معروف شل میکنن قضیه رو که مردم برن رأی بدن دوباره بین بد و بدتر خودشون رو زندانی بکنن ولی به محض اینه که این به اصطلاح انتخابات تموم شد باز دوباره به و به و اون داغ و درفشا دوباره واسه یه دو تا تارمون دوباره پیدا میشه این در واقع یک جنگ روانی است که رژیم راه میندازه وگرنه اگر آدم خود خوب دقت بکنه میبینه که برای این رژیم اون گردانندگان اصلی این رژیم اینه که مردم چه باوری داشته باشن چه روسری داشته باشن یا چادر چاخچور داشته باشن اینا اصلا شاید مهم نباشه همونطور که برای بازجو مهم نیستش که اون زندانی که به اعتراف خود به اعتراف رضایت میده و میاد پای تلویزیون واقعا به اون حرفایی که میزنه باور داره یا نداره مهم نیست براش اصلا فقط همینی که بیاد در اون جنگ روانی وسیله یه دست بازجو بشه براش کافیه و به همین ترتیب در جامعه که این رو یک وسیله کردن ولی شیرزنان ایرانی همجور که میبینیم در نوک پیکان مقاومت در مقابل این رژیم قرار دارن و چه زیبا ایستادگی کردن و تا حالا حد و حدود رژیم رو تا مقدار زیادی کم کردن ولی این آیا حد اکثر کاری که میشه کرد یا حد اقل کاری که میشه کرد و باز دوباره این سؤال رو بعد از خودم از خودتون از خودمون از همگی از خودمون بپرسیم که چرا نباید به حق بیستیم به حق بیستیم حق هر کسی در هر زمانی در هر مکانی بهش هر گونه تجاوزی شد هممون به اعتراض برخیزیم به اعتراض برخواستن معنیش این نیستش که هر مثلا یکی بره توی دفتر آقای خامنه ای خرش رو بگیره بکشه پایین منظور این, منظور این نیست منظور اینه که هر کسی به سهم خودش به نوبه خودش به سلیقه خودش در حد توان خودش در طریق در اصطلاح امکانات خودش یک کاری انجام بده و این مجموعه ای این کارهایی که در ظاهر در ظاهر به نظر کوچیک میاد با هم دیگه جمع میشه و اون وقت اون قلم رو تسخیر شده یه توسط رژیم محیط زیست انسان محیط زیست سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی انسان آزاد میشه از دست این تجاوزکاران یه مثال یادمون باشه که در سال 88 اون هموطنان عزیزی که از اونام یاد میکنیم که هنوز هم در حصر هستن از سال 88 تا حالا اونا یه خط قرمز هایی کشیدن اولا گفتن که قانون اساسی رو بدون تنازل باستی که اجرا کرد این شد یه خط قرمز گفتن قانون اساسی اصلا خط قرمز ماست خب دوران امام هم شد به قول اونا دوران تلایی دوران تلایی امام گفتن بعد گفته شد که نه اینا واقعا که منظورشون که این نبوده که ولی خب حالا اینو میگن که دیگه اینا دستگاه تبلیغاتی و سرکوب و اینا به اصطلاح زبونش بسته بشه در نتیجه اون تجربه رو باستی که به یادمون بیاریم و اونی که خط قرمز برای به یعنی به خواست رژیم به دست خودمون خواست رژیم رو انجام بدیم که نه ما نمیخوایم این قانون اساسی عوض بشه این قانون اساسی باشه تو سرکوبگر و شکنجهگرم هم باش در همین قانون اساسی که به تو اجازه داده این کار رو بکنی جات امنه خیالت راحت باشه بگیر و ببن و ببند و بزن و بکوب و بکش کسی هم نمیتونه حرف بزنه بر اساس اینی که قانون اساسی خط قرمزه در نتیجه پیشنهادی که میکنم این هستش که هر کسی در سطح خود در حد خود در به سلیقه خود یک اندیشه ای رو یک فکری رو یک نظری رو یک خبری رو که به نظرش خوب میاد در این رسانه هایی که موجود هست رو بتونه به دست بقیه هموطنان برسونه این جنگ روانی ای که ارز کردم با جنگ فیزیکی فرق داره مادر همه جنگ ها هست ولی یه خوبی که داره اینه که اون اسلحهش اسلحه ای نیستش که مثلا توپ و تانک و هواپیما و درون و اینجور چیزا باشه که آدم های عادی نداشته باشن اسلحه اون جنگ روانی همین رسانه است که همین به همین ترتیب من دارم الان عرارزم رو به شما تقدیم میکنم و با همدیگه فکرامون رو میذاریم رو همدیگه میریم جلو که ببینیم که چه کار باید کرد بسته به روز بسته به موقعیت این نحوه کار نوع کار کیفیت و کمیتش فرق میکنه ولی به شرطی که خودمون رو در زندان حد اقل ها محدود نکنیم و عقلمون رو بذاریم رو هم دیگه و کار بکنیم و کار بکنیم و کار بکنیم با آرزو موفقیت با آرزوی آزادی و استقلال ایران